مختصر زندگی نامه سردار شهید محمد ابراهیم صفا، نخستین بنیانگذار جبهه مقاومت در برابر دشمنان کوچه ها و طالبان در بهسود و دایمرداد. سلام خدمت شما دوستان عزیز. در این روزها که بر مردم بهسود دارد ظلم می شود و از هر طرف طالبان بر مردم ما حمله می کند، اما شاهد هستیم که بچه های ما با روحیه بلند در برابر دشمنان متجاوز استاده و از مردم و عزتشان دفاع می کند. باید گفت که نخستین کسی که در این عرصه گام برداشت شهید محمد ابراهیم صفا بود، کسی که با شهید شدنش در این راه حداقل توانست که یک صف منظم را در برابر دشمن خونخوار ایجاد کند. او با ایجاد جبهه مقاومت و با ایجاد وحدت در بین مردم بهسود توانست که جلوی کوچه ها و طالبان را بگیرد تا داخل هزارآجات نشود. شاید اکنون خیلی از شما بینندگان عزیز در رابطه با شهید صفا آگاهی نداشته باشد. امروز مصادف بود با پنجمین سال روز شهادت این سردار بزرگ قوم و می‌خواهیم که در رابطه با او مختصر حرف بزنیم و زندگی نامش را به خوانش بگیریم. در نخست جا دارد که به نمایندگی از تیم سنترال افغانستان سال روز شهادت ابراهیم صفا را خدمت تمام شما مردم و عدالت خواهان در سراسر جهان تسلیه درس کنیم. دوستان عزیز، خواهشمند هستیم به خاطر حمایت از ما چنل ما را سابسکرایب کنید و این ویدیو را نیز به اشتراک بگذارید. شهید محمد ابراهیم صفا در سال 1349 هجری شمسی در شهر کابل و در یک خانواده اصیل شرافتمند تحصیل کرده، صاحب نام و پرنفوذ دیده به جهان گشود. دوره ابتدایی را در مکتب محجوبه هروی و صنف 12 را بیرون از کشور به پایان رسانده است. پدر مرحومش خان میرخان از شخصیت‌های برجسته سیاسی و اجتماعی بهسود بود که همواره در خدمت مردمش قرار داشت و برای حل و فصل معضلات مردمش از هجنه و خدمتگذاری دریغ نمی‌کرد. حتما مردم به خاطر دارن در روز روزگاری که حکومت فاشیستی در تلاش بودند تا زمین‌های مردم را به کوچه‌ها و دیگران تقسیم کند، اما چنان سلی محکم را از سوی این مرد شجاع دریافت کردند که به صورت همیشه دیگران تفکر از ذهن آنان خارج شد. اما در سالهای اخیر شاهد هستیم که همواره کوچه ها دنبال عملی کردن همان نقشه عبدالرحمن خان و بعد از او هست. فرمانده صفا دوران نوجوانی و جوانیش را در مهاجرت و در کنار مادر بزرگش حاجیه بیرونی و مامایش مهندس نادر بیرونی سپری کرده است و از طریق قانون با دنیای هنر، ادبیات، تاریخ و جامعه شناسی آشنا می شود. شهید صفا از میان همه مربیان و معلمانش تحت تاثیر عمیق شخصیت و مبارزات عدالت خواهانه شهید مزاری قرار می گیرد و گونه ای که به عنوان یکی از سربازان شهید مزاری در جبهه مقاومت سیاه خاک میدان به نحو مؤثر ایفای وظیفه می نماید و تا پایان عمرش شفته راه و مردم حق طلب و مرام حق طلبانه و عدالت خواهانه بابای مهربان مزاری بزرگ باقی ماند. با شکست طالبان و آغاز حکومت مردم سالار در فصل جدید، شهید محمد ابراهیم صفا با فعالیت‌های نظامی خداحافظی کرده و داوطلبانه در پروژه‌های بازسازی سرک‌ها، کلینیک‌ها و مکاتب بهسود سهم فعال می‌گیرد. اما با بروز بحران کوچی در بهسود و تجاوز مسلحانه آنان در سرزمینش، خیلی زود متوجه می‌شود که مهمترین مانع پیشرفت و انکشاف کشور و بزرگترین علت ناامنی آن تجاوز هر ساله طالبان در چهره کوچه ها در مناطق مرکزی افغانستان و هزارآجات است. شهید محمد ابراهیم صفا در کنار مبارزان مسلحانش و یاران دیرینش برای بازسازی و انکشاف بهسود یک طرح بلند مدت 20 ساله را تعقیب میکرد و با باور راسخ تصویر روشنی از یک بهسود آزاد، آباد و سربلند به سر داشت و هر فرصت و امکان ممکن را در این راستا به کار میگرفت. به همین علت برای شکل گیری یک تیم مسلکی، مطالعاتی، تصمیم گیرنده و برنامه ساز تلاش های پیگیری نمود. او با کمک دوستان غیر حزبی اش اقدام به تهیه طرح پیشرفت اقتصادی 10 ساله هزارآجات نمود که متاسفانه مورد استقبال بعضی ها قرار نگرفت. از این رو فرمانده صفا جهت اقدامات عملی دایره فعالیتش را از موضوع کلی هزاره ها به موضوع کوچکتری به نام انکشاف بهسود، خوات و دایمرداد محدود ساخت که بعدها این طرح تحت عنوان نقشه راه بهسود شهرت یافت و مورد استقبال شورای هماهنگی بهسود و دایمرداد نیز قرار گرفت.
شورایی که در تأسیس آن نقش و سهم فعال آقای صفا اجرا کردند. بالاترین استانداردهای زندگی در بهسود، بهبود بخش وضع موجود و داشتن برنامه بلند مدت برای آزادی و آبادی بهسود روح اصلی فعالیت‌های او را تشکیل می‌داد. به برنامگی و فقدان تصویر روشن و مشترک از آینده را یکی دیگر از علت‌ها و دلایل عقب ماندگی مردمش می‌دانست و فرهنگ بازسازی برای یک بهسود سربلند و انکشاف متوازن را همیشه وقت در سر داشت. فرمانده صفا برای مقابله متجاوزان و دشمن خانخوارش و همچنان تأمین امنیت به مردم بهسود و بهسود مورد علاقهش طرح عملی را ریختند که البته طرح او شامل 6 مورد هست. اول، تلاش برای متحدسازی جبهه مقاومت بهسود خفوت و دایمرداد. در این مورد بسیار خوب عمل کرد و حالا اگر ما یک جبهه مقاوم در برابر متجاوزان داریم نیز از تلاش‌های آقای صفا هست. دوم، همگونه ساختن فرهنگ مقاومت علیه تجاوز، موردی که حالا کم کم دارد بین مردم ما رسم می‌شود و مردم ما می‌داند که جنگ کوچه‌ها و طالبان علیه مردم بهسود تنها خلاصه به بهسود نمی‌شود، بلکه تمام مردم ما را در بر می‌گیرد و باید همگان در برابر این دشمن استاد شویم. از بین بردن روحیه منطقه، طایفه و حزبگرایی و عملکرد فرامنطقوی و فراحزبی در برخورد با دشمن متجاوز. و چهارم، بلند بردن هزینه های متجاوز دشمن به هر طریق ممکن. حالا این طرح فرمانده صفا نیز دارد عملی می شود، زیرا حالا دشمن براحتی نمی تواند به قلب هزارجاد رفته و هر غلطی که می خواهد را انجام بدهد. پنجم، شناسایی نقاط ضعف و خالیگاه های دشمن متجاوز و جایگزینی حملات تعرضی به جای تکنیکی با تکنیک های دفاعی. البته این کار آقای صفا بسیار بسیار مهم است. او می گفت اگر ما می خواهیم از مردم خود دفاع کنیم، باید در برابر دشمن قدرتمند ظاهر شویم. تا وقتی منتظر باشیم تا آنها بر ما حمله کرده و ما را از زیر تیغ بگذرانند تا ما از خود دفاع کنیم. او می گفت باید اجازه ندهیم تا دشمن حتی در مرزهای ما داخل شود. ششم، ایجاد تیم‌های سیار ضربتی متشکل از نیروهای آموزش دیده و مسلکی و منظور پر کردن فوری خلاگاه‌های نظامی، موردی که ما در کلیپ‌های قبلی نیز بدان اشاره کردیم. شما دوستان عزیز می‌دانید که یکی از پیامدهای مؤثر طرح ششگانه شهید صفا شکل‌گیری جبهه‌های هماهنگ و نفوذناپذیر در سراسر بهسود و دایمرداد در سال 1393 و سال 1394 می‌باشد. برخلاف سالیان گذشته، در این دو سال اخیر علی‌رغم حضور گسترده نظامی و تسلیحاتی کوچیان و حمایت‌های لوجستیکی طالبان از آنها و علی‌رغم حملات مکرر آنان، تاکنون دشمن متجاوز حتی یک قدم موفق به نفوذ و پیشروی در داخل قریه‌جات بهسود و دایمرداد نشدند. او پیش از شهادتش در رأس تیم سیار و ضربتی بارها به منظور یاری رساندن به مدافعین دایمرداد، کجا و بهسود سفر کرد و سرانجام در آخرین حمله تعرضیش به دشمن متجاوز روز شنبه به تاریخ 20 سرطان سال 1394 مقارن با 24 رمضان در منطقه قنبرعلی کجاب به آرزوی دیرینش رسید و جاودانه شد. پیکر پاکش همانند پیشوای بزرگش شهید مزاری در میان انبوهی از جمعیت از مردم ستم دیده بهسود، کجاب، دایمرداد، سرچشمه و دیگر مناطق هزارجاد تا حیدره آباییش انتقال داده شد و به خاک سپرده شد. یکی از غمها و ناراحتی‌های شهید صفا سکوت سنگین بعضی قریه‌جات خط دوم و سوم و دیگر نقاط هزارستان بود. فرمانده صفا در جایی گفته بود که حاضرم به دست کوچه‌ها و طالبان اسیر شوم و صدای اسارتم این سکوت مرگبار بعضی ها را بشکند تا مردم ما بدانند که فعلا استاد شدن در برابر طالبان و کوچه ها تنها متعلق به قریه‌جات هم مرز نیستند، بلکه یک جنگ بزرگ در برابر مردم ما هست و مردم عدالت خواه باید بلند شوند. حالا 5 سال از عروج ملکوتی آن مرد بزرگ می گذرد. شهید صفا در میان ما نیست. او پرپر شده است. کودکانش نیز یتیم شده است. مردمان ما نیز یتیم شده است. یارانش ما همچنان با اراده و پیش می روند تا به دشمن مجال حمله و تجاوز بر مناطق هزارجاد را ندهد. آره دوستان عزیز، 5 سال از شهادت شهید صفا می گذرد، اما اینک رسالت ما و شما هست تا راه شهدای من را ادامه دهیم. راه مزاری بزرگ، راه صفا و راه صدها همرزم و یارانشان را که اکنون در زیر خاک خفتند.
عزیزان هموطن، در پایان بار دیگر سال روز شهادت این سردار جهاد و مقاومت را خدمت همه شما تسلیت عرض میکنیم، به خصوص به خانواده محترمشان و به خصوص به فرزندان و برادرانش. از اینکه با ما همراه بودین جهان سپاس. لطفاً به خاطر حمایت از ما، به خاطر حمایت از مردمتان و به خاطر پاسداری از خون شهید صفا، این ویدیو رو به اشتراک بگذارید و همچنان از جبهات مقاومت در سراسر هزارجاد حمایت نمایید. تا درود دیگر، بدرود و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.